سلام به دوستان و همراهان کانال پارسی تیوی. در این ویدیو به مختصری از بیوگرافی بانو گوهر خیراندیش و اتفاق عجیبی که برای او در حین بیماری و در بیمارستان افتاده پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو را از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. گوهر خیراندیش متولد 1 شهریور 1333 در شیراز، بازیگره. فارغ التحصیل لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشگاه تهران در سال 69 و دکترای افتخاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 79 داره. خانم خیراندیش در چهارراه مشیر در خیابان قانی شیراز به دنیا آمده و دو برادر به نام خداخواست و حسین و سه خواهر به نام گلابتون، رباب و مریم داره. فرزند آخر خانواده بوده و پدرش کشاورز اهل شهر اقلید شیراز و مادرش به عنوان ماما در بیمارستان مسیحیان شیراز کار میکرده. اولین بار در سال 49 وقتی تنها 13 سال داشته در نمایش عروس با نقش عذرا به کارگردانی جمشید اسماعیل خانی در تالار ابوریحان شیراز به روی صحنه میره. خودش میگه من در کلاس نهم مشغول تحصیل بودم که جمشید عزیز به دبیرستان ما اومد و به عنوان کارگردان مرا برای بازی در این نمایش انتخاب کرد. دو سال بعد از اولین تجربه بازیگری در سال 51 وقتی 18 ساله بود با جمشید اسماعیل خانی 22 ساله در حالی که پدر مخالف و مادر موافق این وصلت بود ازدواج کرد. خودش میگه چون دبیرستان میرفتم و به لحاظ قوانین مدرسه برام مشکل پیش میومد وقتی عقد کردیم در شناسنامه‌ام قید نشد تا وقتی که دیپلم گرفتم. در نتیجه حاصل این زندگی یک پسر به نام امید و دو دختر به نام آزاده و آناهیتا شد. خیراندیش بعد از ازدواج همسو با کار تئاتری به استخدام اداره فرهنگ و هنر شیراز در اومد تا اینکه سال 57 در 24 سالگی با قبولی در دانشگاه به تهران نقل مکان کردند. با شروع انقلاب کار تئاتر رو با نمایش دیکته و زاویه در سال 58 در تهران ادامه میده تا اینکه سال 64 با سری اول سریال آینه وارد قاب تلویزیون میشه. ایشان در سال 65 هم با فیلم روزهای انتظار بازی در سینما رو تجربه کرد. سال 77 در 44 سالگی با سنگین ترین گریم شناسنامه کاریش در فیلم بانو به کارگردانی داریوش مهرجویی نظر مثبت بسیاری از منتقدان رو به خودش جلب کرد. او سپس چندین سال در برنامه صدای عبرت شبکه سراسری رادیو مشغول به کار شد. خانم خیراندیش در سال 78 در مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت در شهر یزد هنگام اهدای جایزه یکی از برگزیدگان که پسری 20 ساله بود رو بوسید. این مراسم لحظاتی بعد توسط نیروهای حزب اللهی به هم ریخته شد و خانم خیراندیش مخفیانه یزد رو ترک کرد، اما دادگاه او را به 74 ضرب شلاق محکوم کرد. با این حال گفته شد این حکم به خاطر اظهار ندامت نامبرده تعلیق شده که خانم خیراندیش با تکذیب این ادعا گفت اظهار ندامت نکردم چون عمل خودم رو مادرانه میدونستم. دو سال بعد از اون در جشن خانه سینما گوهر خیراندیش با دستکش با محمد رضا شریفی نیا دست داد که اینم موجب ممنوع تصویری خانم بازیگر شد. گوهر خیراندیش در سال 81 همسرش جمشید اسماعیل خانی رو به علت سکته مغزی از دست داد و به همین دلیل مدتی پیش فرزندانش در آمریکا رفت. او از اون سال در مسیر ایران و آمریکاست و سابقه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در چندین دانشگاه معتبر آمریکا رو هم داره. در سال 92 هنگام ایفای نقش در فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران بر اثر سانحه رانندگی از ناحیه سر استخوان دچار شکستگی شد و برای درمان به آمریکا رفت. در سال 96 هم در حین فیلمبرداری سریال دیوار به دیوار از ناحیه مچ پا دچار پارگی تاندون شد که این عمل با کمک فرزین سرکارات همسر شیلا خدا داد و دیگر پزشکان با موفقیت انجام شد. به گفته خودشون از کارگردانان ایرانی شاغل در هالیوود پیشنهادهای کاری زیادی داشتن، اما وقتی فیلمنامه‌هاشون رو مطالعه کردن زیاد اونا رو نپسندیدن. خودشون میگن من منتظرم دخترانم ازدواج کنن تا منم بعد اونا همسر خودم رو پیدا کنم و اعلام رسمی کنم که ازدواج کردم، حتی اگه 100 سالم باشه. تازه اگه طرف مقابل آدم خوبی باشه زودتر از دخترانم هم ازدواج میکنم. اما در حال حاضر این هنرمند دوست داشتنی عرصه هنر، سینما و تلویزیون ایران مجرد هستند. در این ایام کرونایی خانم خیراندیش تا حالا یک بار به ویروس کرونا مبتلا شده و ریه هاشون درگیری شدیدی هم پیدا کرده، اما خوشبختانه تونستن این بیماری رو شکست بدن و سالم و سرحال به خونشون برگردن.
ایشون معتقده با اینکه هیچ زنی نمیتونه جای مرد و پدر خانواده رو بگیره، اما تلاشش رو کرده تا بتونه هم نقش پدر رو به خوبی بازی بکنه هم نقش مادر. و به گفته خودشون در تمام این سالها اعتبار اسماعیل خانی پشتوانشون قرار گرفته، چه در سینما چه در تلویزیون، همیشه این موضوع روی روند زندگیشون تأثیر داشته. میگه بچه‌هام به من انرژی دادن تا بتونم خوب باشم و زندگی رو به سمت و سوی خوبی هدایت بکنم، تا هم اونا نبودن پدر رو حس نکنن، هم من نبوده همسر رو. اما یکی دیگه از جنجال‌ها و خبرسازترین اتفاقایی که برای خانم گوهر خیراندیش اتفاق افتاد، عروسی دخترشون در آمریکا بود که با حضور ستاره‌های معروف و خواننده‌های ایرانی لس آنجلس برگزار شد و خانم خیراندیش هم طبیعتاً به خاطر اینکه عروسی دخترشون بود بی‌حجاب بین جمعیت در حال رقص بودند و همین قضیه باعث بازتاب و واکنش‌های شدیدی تو فضای مجازی و رسانه‌ها شد و ایشون در نهایت در جشن حافظ سال گذشته در حضور همه اعلام کردند که به خاطر عروسی دخترشون هم مورد بازخواست قرار گرفتن. بانو خیراندیش در مصاحبه‌ای از اتفاق عجیبی که توی بیمارستان براش افتاده گفت و این باعث تعجب همه حضار شد. یه روز آپاندیس من پاره شد و شکمم چرک کرد و ورم کرد و تب شدید کردم که منو بردم بیمارستان. یه لوله توی گلوی من فرو کردن و ریه منو سوراخ کردن و بهم گفتن میخوایم اینو بدیم توی معدت و عفونت‌ها رو خارج کنیم، که من شدیداً تعجب کرده بودم و نمیدونستم دارن چی کار میکنن. از طرفی جون بحث و درگیری نداشتم و تب شدید کل وجودم رو گرفته بود و تصمیم گرفتم بیخیال بشم و بذارم کارشونو بکنن. توی اتاقی از اورژانس که منو خوابونده بودن دکترها و دانشجوها ریخته بودن دور سرم و تلاش داشتن یه راهکاری پیدا بکنن. اونجا یه دکتر پیرمردی پیدا شد و یه تسبیح گرفت روی شکم من، گفت اگه بیاد به سمت سرتون این یعنی آپاندیس شما پاره است و اگر تسبیح بچرخه آپاندیس شما پاره نیست و سالمید. منم از تعجب مونده بودم که اینا کیان، من گیرشون افتادم، شاید اصلا مردم، اینام رویاست و دارم خواب میبینم، مگه میشه دکتر بگه تسبیح اعتماد بکنه؟ اونجا دخترم یهو فریاد زد مادر منو ببرید یه جای سرمی چیزی بهش بزنید، مادر منو موش آزمایشگاهی کردید، دارید درس عرفان و جادو جنبل میدید به دانشجوهاتون. اونجا منو بردن توی اتاقی و ولم کردن. دختر منم اونجا منو گم کرد و نتونست بفهمه منو کجا بردن. خلاصه میگرده و منو پیدا میکنه و وقتی میاد سراغ من بهش میگن اون دکتری که تسبیح دستش بود داشته به من هوا تزریق میکرده که منو خلاص کنه از رنج و درد و میخواسته منو بکشه و عذاب نکشم. بنده خدا میخواسته من کمک بکنه تا من به آرامش برسم. گفته این که داره میمیره بذار من راحتش کنم. اونجا دختر من وقتی اینو میشنوه شروع میکنه داد و فریاد و وقتی میبینه دست منم ورم کرده بیشتر میترسه. میگه نکنه من اونجا بمیرم. شروع میکنه داد و فریاد و میگه من میبرمش از این بیمارستان و اونا هم اولش اجازه نمیدن و مخالفت میکنن. ولی در نهایت دختر من موفق میشه منو از اونجا خارج کنه و به یه بیمارستان دیگه ببره. گذشت و بعد از چند ساعت من چشامو باز کردم، واقعا فکر میکردم مردم و اون دکتر دیوونه منو کشته و منم الان تو بهشتم. چهار تا پرستار خوشگل و تخت تمیز و همه چی خیلی درست و تمیز بود. در آخر بعد چند دقیقه که به خودم اومدم فهمیدم از اون بیمارستان خراب شده نجات پیدا کردم و تونستم زنده بمونم. مرسی از اینکه زنی لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو راجع به این هنرمند دوست داشتنی و این اتفاق عجیب براش پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. واسه اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.